سلام علیکم خیلی مخلصیم رسیدیم به قسمت سوم و یه قسمت جالبی داریم راجع به واکنش پذیری فلزات و استخراج عناصر که این مفهومش خیلی مهمه ترکیبی سوال میاد تو کنکور با بحث استوکیومتری همین امسال هم پار امسال که 1400 کنکوری هفته قبل برگزار شد داشتیم کنکور 1400 سوال داشتیم مشابه این 99 هم داشتیم یعنی اصلا تم سوال های جدید کنکور حالا بهتون میگم در طی تدریس که سوال به چه ترتیبی خواهد اومد اصلا کلا واکنش پذیری جلسه پیش خوندیم یعنی چی واکنش پذیری به معنای تمایل عنصر برای شکل تو واکنشه حالا خیلی دقیقتر بخوایم بررسی بکنیم واکنش پذیری فلزات بحث ماست میگیم به معنای تمایل اون فلز برای از دست دادن الکترون و تبدیل شدن به کاتیونه به این میگیم چی؟ میگیم واکنش پذیری حالا هر چه یه فلزی واکنش پذیرتر باشه یعنی فعالیت شیمیایی بیشتری داشته باشه تمایلش خب گفتیم به انجام واکنش و به دست دادن الکترون بیشتره اوکی سرعت انجام واکنشش تو هوای مرتوب بیشتره یعنی چی؟ یعنی خوردگیش بیشتره الان تو به من بگو ببینم آهن زودتر زنگ میزنه یا مس خب معلوم آهن پس واکنش پذیری آهن از مس بیشتره اوکی؟ شرایط نگهداریش دشوارتره خود آهن رو باید بری زرد زنگ بزنی فلان بذاری زنگ نزنه دیگه اوکی؟ یا سودیوم رو ببری زیر نفت نگهداری بکنی که با اکسیژن تو هوا واکنش نده اکسید نشه پایداری ترکیب های فلز از خود فلز بیشتره آه. پس یعنی ترکیب های سودیوم از خود سودیوم پایداری بیشتری داره بله استخراج فلز از ترکیباتش دشوارتره یعنی هر چقدر واکنش پذیرتر باشه استخراجش سختره آره دیگه ما سدیوم سودیوم و اینا رو با بدبختی به دست میاریم میریم توی دوازدهم فصل دو میخونیم سلول دانز مثلا سودیوم به دست میاریم تمایلش تمایل دریافت الکترون توسط کاتیونش کمتره یعنی چی یعنی اینکه دو تا فلز بیار با هم مقایسه بکنیم همون سودیوم اوکی سودیوم واکنش پذیریش بیشتره یا نقره معلومه سودیوم کاتیوناشونو حالا بیا مقایسه بکنیم کاتیون سدیم نایه بار مثبت کاتیون نقره AG یک بار مثبت کدوم یکیشون بیشتر دوست دارن الکترون بگیرن بشن خود فلزه خب معلوم نقره سدیمی که واکنش پذیرتر بود کاتیونش چون خیلی پایدارتره تمایلش به گرفتن الکترون دوباره تبدیل شدن به سدیم نسبت به نقره چی کمتره اوکی خب این یعنی این مورد ششم اینا رو بلد باش خیلی مهم بودا اما من از کجا فهم کی واکنش پذیریش بیشتر کی کمتر فعلا برای یازدهم اینو بلد باش بعد تو دوازدهم فصل دو اون جدول ای سفرار کامل باید بلد باشی به ترتیب اینو من چجوری حفظ بکنم اینو یه شعری میگه و دو آلومینیوم کربن زن تیفی سوگ طلا اوکی خب پس این ترتیبه رو بلد باش یه بار دیگه میگم میگیم یک و دو البته این به که هر گروه یکی از هر گروه دویی واکنش پذیریش بیشتر باشه به طور کلیه گروه یک گروه دو آلومینیوم کربن روی تیتانیوم آهن مس نقره و چی طلا که میگیم یک و دو آلومینیوم کربن زن تیفی سوگ طلا اوکی آیو طلا طلا خب بریم ببینیم این چه استفاده میکنیم تمرین سیزم یه ای درستی یا نادرستی اینا رو مشخص کن باشه میگه تو هوای مرتوب فلز نقره سریعتر از فلز آهن واکنش میده عقلمون چی میگه خب نقره رو ما زیورالات استفاده میکنیم طلا استفاده میدونیم گردنمو نه چرا نقره استفاده میکنیم چون نقره واکنش کمه تأمین شرایط نگهداری پوتاسیوم دشوارتر از تیتانیوم غلط چرا پتاسیم فلز گروه که واکنش پذیریش بیشتره هر چقدر واکنش پذیری بیشتر شرایط نگهداری سختتر فلز کلسیوم نسبت به فلز روی پایدارتر است پایدارتره یعنی چی یعنی واکنش پذیریش کمتره کلسیوم فلز گروه دوه فلز گروه دویی واکنش پذیریش بیشتر بودیم یک و دو اما اول بود فلز گروه دوی غلط استخراج فلز منیزیوم نسبت به آهن دشوارتر است بله فلز گروه دو من یه بذار رو با یه رنگ دیگه بزنم درستا رو با قرمز علامت بزنم فلز گروه دو من برای برا همین واکنش پذیریش بیشتره از استخراجش سختره فلز مثل نسبت به فلز روی الکترون دهنده تر است یعنی که چی واکنش پذیریش بیشتره ما چی گفتیم یک و دو آلمینیوم کربن اوکی کربن زن تی فی سوگ طلا یعنی این روی خیلی جلوتر بود زد این خیلی جلوتر بود از سی و واکنش پذیریش بیشتر بود پس روی نسبت به مس الکترون دهنده تره این غلط غلط رو گفتیم با آبی بزنم بیا آآ. پایداری ترکیبات فلز تیتانیوم نسبت به ترکیبات نقره بیشتر است بله گفتیم هر چقدر واکنش پذیریش بیشتر بود اوکی پایداری ترکیباتش هم بیشتره خب تیتانیوم نسبت به نقره واکنش بیشتری داره پس پایداری ترکیبات تیتانیوم نسبت به نقره چیه بیشتره نمو. چقدر رعایت کردم اون قرمز و آبی رو بیا الان درست شد بریم ادام چه کاریه با یه رنگ بریم قرمز و آبی چرا طبیعی انجام شدن واکنش ها او, 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 او این خیلی گیره ببین که یه واکنشی به صورت طبیعی یعنی خود به خودی تو هیچ کاری نکنی انجام میشه اینا معمولا تو بحث استخراجه ببین تو اگر یه عنصری داشته باشی، یه عنصر بسیار واکنش پذیرتر از این بی بی تو ترکیبه دیگه بی با توی ترکیبه آ از بی اگر زورش بیشتر باشه واکنش پذیرتر باشه بی رو هل میده از ترکیب میندازه بیرون بی رو میندازه بیرون خودش میاد میشینه سر جای بی یه ترکیبی به نام AC تشکیل میشه و بی به دست میاد پس ما اگر بی نیاز داشته باشیم بی رو اینجوری استخراج میکنیم ترکیبی از اون بی رو میاریم با یک ماده واکنش پذیرتر از بی با یک عنصر واکنش پذیرتر از بی واکنشش میدیم اوکی اون مثلا نهاد عنصر واکنش که اینجا اسمش گذاشتیم آ, آ آ میاد جای بی رو میگیره بی استخراج میشه و بی به دست میاد حالا تو ترکیب سی الان اینجا مینوشتیم نوشتیم نمی نوشتیم فرقی می کرد سی نقشی داشت واکنش نه اینو ننویسیم مثلا چه شکلی میشه این شکلی میشه میگه آ, آ با بی انبار مثبت بی که تو ترکیب بوده واکنش داده چی تولید شده آ انبار مثبت بی استخراج شده یا به دست اومد حالا تو واکنش پذیری واکنش پذیری آ از B بی بیشتره واکنش پذیری حالا دقت بکن BC از AC بیشتره چرا کلا حواست باشه چون واکنش خود به خودی داره انجام میشه سطح انرژی داره میاد پایین بذار اینا رو پاک کنم اینایی که دست راست واکنش قرار دارن فراورده هستن پایدارترن کلا فراورده ها چی هن؟ پایدارترن از این واکنش دهنده ها اوکی پایدارترن سطح انرژی کمتری دارن واکنش پذیریشون کمتره خب اینم باز پس طبق همین دقت بکن آیا انبار مثبت واکنش یعنی تمایلش حالا دوباره برای یه کلا واکنش پذیریش کمتر از بی انبار مثبت اینایی که دست راستن چون واکنش خود به خودی بود یه واکنش های خود به خودی سطح انرژی داره چی میشه کم میشه سطح انرژی داره میاد چی؟ پایین به طور خلاصه پس این چیزی که گفتیم واکنشی انجام پذیره که عنصر آزاد واکنش دهنده نسبت به عنصر آزاد فراورده فعالتر باشه یا اینکه اینجوری بگو اون عنصر آزاد نسبت به اون عنصری که توی ترکیب واکنش پذیره چی باشه بیشتر باشه بتونه اون رو از ترکیب بندازه بیرون بریم تمرین الان واکنش اولی انجام میشه واکنش اولیه انجام میشه چرا چون منیزیوم زورش میرسه آهن رو از ترکیب بندازه بیرون پس این کار میکنه چی تشکیل میشه نامگذاری ترکیبات رو از دهم بلد باشیم ام جی دوباره مثبت با او دوباره منفی میشه ام جی او آهن هم که استخراج میشه به دست میاد اینم چی اف ای. تیتانیوم با منیزیوم کلورید نه خیر تیتانیوم زورش نمیرسه منیزیوم رو از ترکیب بندازه بیرون این انجام نمیشه آهن و سودیوم آها سودیوم زورش میرسه آهن رو از ترکیب بندازه بیرون اوکی اون سر آزاده باید واکنش پذیریش بیشتر باشه پس این کارو میکنه آهن رو از ترکیب بندازه بیرون چی به دست میاد نا 2 او اوکی به علاوه چی -E هم آزاد میشه اگر اینا رو یادت رفته نمیدونی چجوری ان 2 دو او به دست اومد برو نامگذاری ترکیبات رو ببین من از اینجا فهمیدم که آقا سدیم نا یه بار مثبته، او اکسید دوباره منفیه ترکیبشون با هم چی میشه بارهاشون رو با هم عوض میکنن میشه نا دو او فرمول نویسی اینا بلد باشه اوکی خب ویدیوشو برات میذارم تو پنل 11 هم, هم اینو از مال دهمه ده ولی تو پنل 11 میذارم ببینی سی یو با اف ای خب مس واکنش پذیریش بیشتره از آهن یا آهن بیشتره خب آهن بیشتره پس مس زورش نمیرسه آهن از ترکیب بندازه بیرون این واکنش انجام نمیشه بریم بعدی آل سه بار مثبت با سی این یعنی چی یعنی آلومینیوم توی چیه؟ ترکیبه سی او آزاده الان مس زورش میرسه اینو از ترکیب بندازه بیرون؟ نه آلومینیوم واکنش پذیریش بیشتر هم مثل مس زورش به آلومینیوم نمیرسه این واکنش انجام نمیشه پایینی آهن زورش میرسه رو بندازه بیرون اینه که کاتیون مینویزه اون, ها... اون تو ترکیبه اون تو ترکیبه ما اون چی میگن اون به اون یون ناظری یا تماشاچی رو ننوشتیم حضر که مرسوم هم هست تو شیمی اف ای میاد جای چی سی رو تو اون ترکیب میگیره میشه اف ای دوباره مثبت چون آهن واکنش پذیریش از مس بیشتره و فلز مسی استخراج میشه کربن میتونه جای آهن رو بگیره بله دقیقا دقیقا, دقیقا تو صنعت از همین واکنش استفاده میکنه نمیرن که سنگ معدن آهن رو با سدیم واکنشش بدن که سدیم گرونه صرف اقتصادی نداره, گرونه. سرفه نداره. میشه گرونه صرفه نداره با زغال کوک واکنشش میدن چی تولید میشه CO2 تولید میشه آهن هم به دست میاد بلد باش آلومینیوم با fe 2 بله آلومینیوم از آهن واکنش پذیریش بیشتره میاد جای آهن رو میگیره al 2 o تشکیل میشه و آهنی هم که به دست میاد این واکنش رو بلد باش آهنش مذاب این واکنش اسمش چیه واکنش ترمیت بشناس اگه تو کتاب درسی اومده از این آهن مزاره برای جوش دادن ریل راهن و اینا استفاده میشه واکنش به شدت واکنش گرمادهی من بیام کنار تو ببینی بله بعدی تیتانیوم خب تیتانیوم واکنش پذیرش بیشتری آهن یه بار دیگه مرور بکنیم یک و دو آلومینیوم کربن زد ان تی فی. تی فی چی بود تیتانیوم اف ای. تیتانیوم واکنش پذیریش از آهن بیشتره پس این واکنش انجام میشه چی تولید میکنه اول سوال نوشته بودم تو جزبت رو ببینی تیتانیوم با چهاربار بار مثبت وارد واکنش میشه پس این تی آی او دو تولید میکنه و اف ای آزاد میشه چرا تی آی او دو؟ ببین تیتانیوم چهاربار بار مثبت مگه نیست اکسیدم دوباره منفی دیگه بارها رو عوض بکنیم دو و چهار با هم ساده میشن میشه تی آی او دو یعنی تی آی دو و چهار نداریم دو و چهار با هم ساده میشن خب بریم ادامه کربون و سدیم نه نمیرسه انجام نمیشه این پایینیه به طور کل به طور کل هالوژن ها از بالا به پایین جای همدیگه رو تو واکنش میگیرن یعنی باید اینجا این اتفاق میافتاد که فلور بتونه خب جای سدیم جای کلور رو بگیره یعنی بشه NAF و چی CL2 آزاد بشه اما نمیشه چرا؟ چون این سوال سوال سختیه f 2 که بهت دادم اینجا گاز کلوری که دادم AQ بهت دادم حالت فیزیکی شو AQ یعنی چی؟ یعنی محلول در آب تو اگر گاز کلور رو توی آب حل بکنی این F2 با آب واکنش میده چی تولید میکنه هاش اف تولید میکنه یعنی این قبل از اینکه بخواد بیاد تبدیل بشه این قبل می بیاد با ان واکنش بده با آب واکنش میده براته چی تولید میکنه هیدروفلوریک اسید تولید میکنه این f 2 این هم خودش یه مقداریش دیونیده میشه میشه فلوره یه بار منفی یون هیدرونیوم و چیزایی که تو دوازدهم میخونید پس این انجام نمیشه به این لده. اگر این مثلا گاز بود این انجام میره این جای, جای, کلور رو توی NACL میگیره از بالا به پایین هالوجن ها میتونن جای همدیگه رو تو ترکیب بگیرن یعنی مثلا کلور میتونه بیاد جای بروم رو بگیره توی ترکیب چون واکنش پذیری چیه بیشتره پون یه تیغه آهنی در یه محلول مثل دو سولفات قرار میدهیم کدام مطلب درست است یه تیغه آهنی گذاشتیم توی محلولی از چی کات بود بذار من یه صفحه دیگه باز بکنم یه تصویر خیلی گنده برات رسم بکنم چه خبره تو این آه آه. این یه ظرف یک ظرفی که یک تیغه از جنس آهن اوکی یک تیغه از جنس آهن گذاشیم توی محلول چی کات کبود کات کبود مگه ترکیب یونی نیست چرا ترکیب یونیه بله چون ترکیب یونیه که توی آب حل میشه پس کاتیون آنیونش تفکیک یونی شدن یعنی اینجا پر از چی؟ سی یو دوبار مثبت سی دوبار مثبت رنگ محلول چیه آبیه رنگ محلول چیه آبی رنگه و از او 4 های دوبار منفی هم هستن روی سطح این آهن چی وجود داره الکترون وجود داره الکترون الکترون الکترون, الکترون. این دو کاتیون ها بارشون مثبت الکترون ها منفی کاتیون جذب این الکترون ها میشه میاد روی سطح تیغه آهن الکترون رو از اتم آهن میگیره از این اتم F.I ای که اینجاست الکترون رو میگیره الکترون رو میگیره چه اتفاقی میفته خود اتم آهن تو آب حل نمیشه اما کاتیوناش تو آب حل میشن یعنی این اف ای -E میاد میپره تو آب میشه اف -E دوباره مثبت اتفاقی که توی این ناحیه افتاده این شکلیه الان یعنی یه اتم آهن کنده شده رفته داخل آب شده چی اف -E دوباره مثبت محلول در آب از اون طرف اتو... یونهای سی دوباره مثبتی که توی آب بودن اومدن بیرون شدن یه اتم مثل نشستن روی سطح تیغه آهن این چیه اتم سی یو پس طی این واکنش دو تا اتفاق داره میفته سی یو دوباره مثبت داره چی میشه کم میشه سی یو دوباره مثبت داره کم میشه سی یو دوباره مثبت آبی رنگ باعث آبی رنگ بودن محلوله پس رنگ آبی داره کم میشه اف ای دوباره مثبت سبز رنگ داره زیاد میشه پس رنگ محلول داره چی میشه سبز میشه رنگ آبی داره چی میشه کم میشه این این شکل رو بکش خب تو ویدیو رو نگه داشتی کشیدی با این فرض بریم ادامه سوال توی این واکنش گفته غلظت یونهای سولفات ثابته اصلا اس او 4 دو برمفی چه تغییری کرد؟ هیچ پس ثابته بله یون ناظر یا تماشا چیه؟ با گذشت زمان رنگ آبی محلول کم میشه و محلول سبز رنگ میشه بله چرا چون گفتم آهن با ظرف یه دو تو واکن شرکت میکنه آهن سه خودش قرمز رنگه آهن دو سبز رنگه با گذشته زمان جرم تیغه افزایش مییابد تو اونجا اگر دقت کرده باشی یه دونه آهن کنده میشد اوکی اگر یک مول آهن رو ما بگیریم کنده بشه چند؟ پنجا و شیش گرم اوکی داره ازش کم میشه یک مول اتم مس می اومد می نشست سر جاش یک مول اتم مس چند گرمه 64 گرمه پس در مجموع 8 گرم داره توی هر یک مول جا به جایی اتم ها یا توی هر دو مول الکترونی که مدل شده داره 8 گرم جرم تیغه افزایش می یابد بله با گذشت زمان رسوب سرخ رنگ در کف ظرف یا روی تیغه رسوب کند بله اون هم چیه اون مس هایی که دارن روی اون تیغه میشینن یا میفتن کف ظرف و این اتفاقی که داره تو این واکنشه میفته این رسوب سرخ رنگه چیه اتم های مسن اتم های مس که دارن از توی محلول از سی و تبدیل میشن به اتم مس خب تمرین 16 با توجه به واکنش مقابل درستی یا نادرستیشون رو مشخص بکنید این بمونه برای قسمت بعدی این بمونه برای بعدی با هم دیگه هم چه وقت داریم نه خب فرصت داریم فرصت داریم فرصت داریم فرصت داریم اینم بررسی میکنم تا وقت داریم اینم بررسی میکنم با توجه به واکنش مقابل درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص من نمیخوام تایم یه جلسه بیشتر یه حدی بشه برای همین هم وقت داریم نداریم اینا رو چک میکنم با توجه به واکنش مقابل درستی یا نادرستی این رو مشخص بکنیم آقا گفته که این واکنش انجام میشه چه این انجام میشه این که انجام نمیشه این بی اثره یعنی چی یعنی ام واکنش پذیریش از آ کمتره پس ام واکنش پذیریش از آ کمتره این انجام میشه یعنی چی یعنی ام واکنش پذیریش از B بیشتره پس این M واکنش پذیریش از بی بیشتره از A کمتر اینو بیارم این بنویسمش از A کمتر از B بیشتر این B این M اینم چی؟ آ این ترتیب واکنش پذیری مقایسه فعالیت شیمه این سو انصر به این صورت A بیشتر از B. B بیشتر از M نه خیر غلط این اولی چی؟ غلط فلزات A و M و B میتونن به ترتیب آهن و مثل نقره باشن بر حسب واکنش پذیری اگر نگاه بکنیم بله میتونن آهن و مس و نقره باشن اما اما بی نمیتونه نقره باشه واکنش پذیری ترتیبش همونا اوکی یعنی آهن و مس و نقره هم واکنش پذیریشون همین مدلیه یعنی بی که میشه نقره بعد ام میشه مس آ میشه آهن ترتیب واکنش پذیری همینه اما اینجا دقت بکن بی نمیتونه نقره باشه چرا چون ببین بی اس او چهار. باز نامگذاری ترکیبات B اینجا چند بار مثبته B دوباره مثبت، مثبته نقره چیه نقره یه بار مثبته پس این نمیتونه نقره باشه غلط در شرایط یکسان فرایند B دوباره مثبت داره میشه B آها اینو دقت بکن ببین B واکنش پذیریش از A چیه کمتره اوکی آیی که واکنش پذیریش بیشتره کاتیونش سخت تر تبدیل به اتمش میشه پس این سخت تر این چی آسانتر در مقایسه با همدیگه پس گفته این نسبت به این واکنش با میل بیشتری انجام میگیره بله تر انجام میشه میلش بیشتره دیگه بعدی فلز آ میتونه برای استخراج ترکیب داره فلز بی استفاده بشه آ میتونه بی رو استخراج بکنه بله آ میتونه بی رو استخراج بکنه چون واکنش وزیریش بیشتره بریم سراغ تست بعدی این چند مورد درست بود دوتا موردش غلط بود دو تا موردش درست بود دیگه شمارشی شده خدای سوالای کنکور دیگه مثال 18 تا شمارشی دادن تو رشته تجربه یعنی بیشتر نصف سوالا مجبوری شمارشی بزنی باید اونقدر خوب شیمی مسلط بشه که بتونی به این سوالا جواب بدی شکل خالص عناصر توی طبیعت اینا این تیکایی که دیگه رسیدیم الان یه ذره حفظیجاتی خودت باید بخونی حالا من توضیح میدم متن جزوه رو خوب بخون تو خودت غالب عناصر مثل فلزات گروه 1 و هیدروژن آلومینیوم و عناصر گروه 17 به دلیل واکنش پذیری بسیار زیاد به صورت خالص تو طبیعت وجود ندارن همواره اونها رو از بین ترکیباتشون با سایر عناصر باید بری پیدا بکنی در مقابل یه سری عناصری هستن که به شکل خالص هم تو طبیعت پیدا میشن مثل چی مثل گازهای نجیب واکنش پذیریشون کمه هستن فلزاتی مثل طلا نقره پلاتین مس اینا به صورت خالص هم ممکن تو طبیعت پیدا بشن یا نافلزاتی مثل کربن که به شکل الماس و گرافیت تو طبیعت پیدا میشه توی هوا خب نیتروژن وجود داره گوگر تو دهانه آتش خاموش و نیمه خاموش وجود داره اکسیژن هم که توی هوا به شکل اودو هست اینا تو طبیعت پیدا میشن به شکل خالص کانی به چی میگن به شکل جامد عناصر خالص یا ترکیبات یه عنصر میگن چی کانی فقط این چندتا تا رنگر و رو بلد باش منگنزه دو کربونات صورتی رنگه گوگرد میدونید زرد رنگه کلسیوم کربونات هم کرم رنگه یا حالا سفید میتونیم بگیم سودیوم کلرید هم که میدونید سفیده استخراج عناصر رو که با هم بررسی کردیم یه سری واکنش هست بلد باش بچه شرایط اینا رو هم بلد باشید این واکنش هایی که توی کتاب درسی اومده واکنش هایی که توی کتاب درسی اومده رو بلد باشید چندین بار تا حالا در شرایط واکنش سوال اومده اینها رو بلد باشید و اینکه در مورد استخراج آهن میشه اون رو به صورت مستقیم با سی او واکنش داد یا تو واکنش غیر مستقیم با زغال کوک واکنش داد استفاده از سدیم توی استخراج آهن چون صرفه اقتصادی نداره استفاده نمیکنن و انجام نمیشه وگرنه میشه انجام داد شناسایی فلز موجود توی یه نمونه این نتیجه کاوش کنیدی که توی کتاب درسی اومده اینو خوب گوش بده برای شناسایی کاتیون موجود توی محلول کافیه یه ترکیب یونی به اون محلول اضافه بکنیم که اون آنیونش با کاتیونی که تو آب حل شده واکنش بده چطور؟ ار رنگ رسوبی که به وجود میاد میتونیم بشناسیم دقت بکن مثلا من یه محلولی دارم نمیدونم چه یون هایی توش هست نمیدونم چه جور کاتیون توش هست میام امتحان میکنم میام یه ترکیبی مثل مثلا سود بهش اضافه میکنم اگر 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 به من یک رسوب سبزرنگ تحویل داد میفهمم که اف ای -E دوباره مثبت داشته چرا چون اگر اون تو اف ای -E دوباره مثبت باشه اف ای -E دوباره مثبت با او واکنش میده میشه اف ای -E, او هاش دو مرتبه رسوب میده و این رسوب سبز اگر باز سود همون سوده رو من ریختم به من رسوب سبز نداد رسوب قرمز رنگ داد میفهمم که چی توش بوده اف ای سه بار مثبت توش بوده چرا چون ببین اف ای سه بار مثبت اگر با اوهاش واکنش بده اف ای اوهاش سه مرتبه به من تحویل میده با یون هیدروکسید با اوهاش یه بار منفی واکنش بده خب این رسوب چیه رسوب قرمز رنگه پس اگر رسوب سبز شد سود اگر ریختیم تو آب میفهمیم که چی توش چی بوده دوباره مثبت بوده اگر قرمز شد میفهمیم که چی توش چی بوده اف سه بار مثبت بوده آقا از سود از نریختیم اومدیم نمک خوراکی ریختیم تو آب اگه نمک خوراکی ریختیم تو آب کف ظرفمون رسوب سفید رنگ جمع شد میفهمیم توی اون محلول ما چی بوده آجی یه بار مثبت بوده یا یه محلول دیگه داشتم من بیام توش چی بریزم یه مقدار یون های فسفات دار مثلا چه می‌نم؟ سدیم فسفات بریزم توش اگر یه ترکیب فسفات دار ریختم اون تو به من باز رسوب سفید رنگ داد میفهمم توی اون محلول چی وجود داشته کاتیون های کلسیوم وجود داشته اوکی کلسیوم با فسفات واکنش میده کلسیوم فسفات به وجود میاد که چی یک رسوب سفید رنگ اینا نامحلولن تو آبای با رسوبایی که گفتم و این رسوب ها و رنگ ها رو بلد بشین این که چی ترکیب های نامحلول در آبن یا اگر من یه ترکیب سولفات دار ریختم باز رسوب سفید رنگ به من داد اوکی اون موقع میفهمم که تو اون محلوله چی وجود داشته باریوم وجود داشته آقا اینا همه رنگ های رسوباشون یکیه که ما از کجا بفهمیم کدوم یکی رو ببین خودت داری اون ترکیب رو اضافه میکنی تو سولفات داری میریزی دیگه اگه سولفات ریختی به تو چیز داد رسوب سفید رنگ داد خب معلومه چی روش بوده باریوم توش بوده که با باریوم سولفاتی ترکیب سفید رنگ نامحلول در آب رسوب میشه میره کف ظرف و تمام رسیدیم به بحث در